سرخط مهمترین رویدادها. نگرانی از وضعیت بی‌جا شدگان در کشور. سازمان ملل متحد هشدار داده که میلیون‌ها بی‌جا شده داخلی در افغانستان با زمستان سخت روبرو هستند. تلاش های وزارت اقتصاد جریان دارد تا هم سرمایه گذاری در داخل کشور جلب و جذب شود و هم پروژه های کلان اقتصادی راه‌اندازی شود. واکنش ها به ممنوعیت ورود بانوان به پارک های تفریحی. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته تا نباید درد و رنج بانوان در افغانستان را نادیده بگیرند. زن ها هم من حیث انسان حق دارند از آزادی های فردی و اجتماعیشان برخوردار باشند از خود نشان نمیدهند. برعکس محدودیت های بیشتر را هم روزه برای زنان وضع کردند. گران دوستان و سلامونه اونی که هیلی میومنیم. دومین سالیاد ترور الیاس دایی، خبرنگار افغانستان. سازمان خبرنگاران بی‌مرز در اعلامیه خواستار کامل شدن بررسی‌ها در مورد ترور الیاس دایی شده است. شهید محمد الیاس هم سرتیا نلریز مش په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي. و اینکه پسگیری شهر خرسون از سوی نیروهای اوکراینی. پس از عقب نشینی نیروهای روسی از شهر خرسون، نیروهای اوکراینی وارد این شهر شدند. سلام و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون یک با من موسی محمدی خوش آمدید. سازمان ملل متحد هشدار داده که میلیون‌ها بی‌جا شده داخلی در افغانستان با زمستان سخت روبرو هستند. بخش پناهندگی این سازمان گفته که تأثیرات طولانی مدت همگیری بیماری کرونا، افزایش بهای مواد خوراکی و تغییرات اقلیمی در یک سال پس این چالش‌های بی‌جا شدگان را در زمستان پیشرو چند برابر خواهد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل همچنان تاکید کرده که همزمان با فرارسیدن فصل سرما، اقتصاد افغانستان نیز رو به سقوط قرار دارد. امارت اسلامی پیش از این گونه گزارش ها در مورد افغانستان را رد کرده و گفته که آنان تلاش دارند تا به نیازمندان در افغانستان رسیدگی کنند. نوید صمدی با جزئیات بیشتر. افزایش نگرانی جهان از فرارسیدن فصل سرما و زندگی بی‌جا شدگان در افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تازگی هشدار داده که میلیون‌ها بی‌جا شده داخلی در افغانستان، اوکراین و سراسر شرق میانه با زمستان سخت روبرو هستند. میلیون‌ها انسان در افغانستان، اوکراین و سراسر شرق میانه که به دلیل منازعه، آزار و اذیت و جنگ از خانه‌هایشان بی‌جا شدند، ممکن با زمستان خطرناک و یخبندان قوی روبرو شوند و زندگیشان را از دست دهند. این سازمان افزوده که تأثیرات طولانی مدت همگیری بیماری کرونا، افزایش بهای مواد خوراکی و تغییرات اقلیمی در یک سال پسین، چالش‌های بی‌جا شدگان را در زمستان پیشرو چند برابر خواهد کرد. دولت مکلف است که برای بی‌جا شدگان داخلی محل بودوباش و مسکن فراهم کنه و در ضمنش زمینه دسترسی شان به خدمات صحی، آموزشی و غذا و سایر نیازهایشان برآورده سازد. مطمئنا در وضعیتی که فقر مطلق به شکل جدی‌تر حاکم شده، مردم توانایی تامین مواد غذایی و مواد سوختی را ندارند. بنابراین با فرارسیدن فصل سرمای زمستان مشکلات اقتصادی مردم چند برابر افزایش خواهد یافت. نیاز است که نهادهای کمک رسان جهانی با اولویت بندی نیازهای جدی نسبتاً روند کمک رسانی جدی تر بسازند. بخش پناهندگان سازمان ملل همچنان تاکید کرده که همزمان با فرارسیدن فصل سرما، اقتصاد افغانستان نیز رو به سقوط قرار دارد و بسیاری از خانواده ها ناچار خواهند بود تا بین غذا و گرم کردن محل بودوباششان یکی را انتخاب کنند. بدون شک مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما این مشکلات هرگز به معنای فروپاشی اقتصادی نیست. تلاش های وزارت اقتصاد جریان دارد تا هم سرمایه گذاری در داخل کشور جلب و جذب شود و هم پروژه های کلان اقتصادی راه اندازی شود تا وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود گذاشته شود.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تازگی کارزار جمع‌آوری کمک مالی جهانی را راه اندازی کرده تا به آن عده از خانواده هایی که در سراسر جهان جبران مجبور به ترک خانه هایشان شدند کمک ها را در فصل زمستان به آنان فراهم کند. یک انفجار پیش از چاشت امروز در بیمارستان جمهوریت در شهر کابل رخ داده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی کابل این انفجار را تایید می کند و آن را ناشی از انفجار بالون گاز عنوان می کند. سخنگوی فرماندهی امنی کابل اما می گوید این رویداد تلفات در پی ندارد. پس از فرمان پسین وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر ممنوعیت ورود بانوان و دختران به پارک های تفریحی، سازمان عفو بین الملل خواستار لغو فوری این تصمیم شده است. عفو بین الملل در واکنش به این تصمیم آن را ضربه به حقوق بانوان خوانده و گفته که حقوق بانوان به گونه هدفمند مورد حمله قرار گرفته است. این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر با واکنش‌های شهروندان نیز روبرو شده است. اسدالله حکیمی با جزئیات بیشتر. واکنش‌ها به تصمیم ممنوعیت ورود بانوان به پارک‌های تفریحی. فرمان منع رفتن بانوان به پارک‌های تفریحی با انتقاد تند سازمان عفو بین‌الملل روبرو شده است. این سازمان در اشتراک توییت‌هایی گفته که حقوق بانوان در افغانستان به گونه هدفمند مورد حمله قرار گرفته و امارت اسلامی باید فرمان‌هایی از این دست را به گونه فوری لغو کند. با بازگشت طالبان به قدرت، بانوان از استفاده ابتدایی ترین حقوق خود مانند آزادی رفت و آمد، حق تحصیل و مشارکت سیاسی محروم شدند. امارات تمام اصول و قوانین را که امروز در افغانستان در تطبیقش کوشش میکنه، نظر به دلایل اسلامی خود کوشش میکنه، از یک جای دیگه منشأ نمیگیره. دلایل اسلامی و به مکاتب بند کرده، دلایل اسلامی خود امارات پیشبین است این مورد. این نهاد حقوق بشری همچنان با اشاره به بازداشت معترضان دختر از سوی امارت اسلامی گفته که به مستندسازی، گزارش و افشای تخلفات حکومت سرپرست در مورد بانوان ادامه خواهد داد. اقلانت یه حکم کوي چې د افغانستان حکومت لکه څنګه چې اراده ده د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز اساسي او عملی ګامونه واخلي. زموږ په باور باندې ښځه د ټولنې نیمه رکن ده، هغه ټولنې چې په هغوی کې ښځې فعالې وي او د ټولنې په جوړولو کې او د تمدنونو په رامنځته کولو کې نقش تعریف شوی او اساسي وي، هغوی د پرمختګ ټول پړاوونه وهلي دي. زه په دې باور یم چې اسلامي امت باید په دغه لور بځي، ولې په کار دا ده چې د ښځو د حقونو برخه کې ګامونه واخلي. این فرمان وزارت امر به معروف با واکنش شماری از شهروندان کشور نیز روبرو شده. آنان بستن دروازه پارک ها بروی بانوان و دختران را نقض آشکار حقوق بانوان می دانند. زنها منحیث انسان حق دارند، از آزادی های فردی و اجتماعیشان برخوردار باشند، از خود نشان نمی دهند. برعکس محدودیت های بیشتر را همه روزه برای زنان وضع کردند. از حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب و پوشش، حق سفر کردن، حتی حق رفتن به ورزشگاه ها و پارک های تفریحی را برای زنان منع قرار دادند. نیمی از پیکر جامعه را نادیده گرفتند. هفته گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر در فرمان اعلام کرد که رفتن بانوان و دختران به پارک ها به دلیل مناسب نبودن فضای پارک ها ممنوع است. 15 میاشت رئیس اسلامی مرد حدث وکړه چې د خویندو لپاره د تفریحګاه اجازه وشي او هغوی وکولی شي چې په اسانه توګه باندې تفریحګاه ته لاړ شي. خو په تعصب سره به وایو چې په دې برخه کې نه پارکونه والا سمه همکاري کوله او نه خویندو په سمه توګه باندې حجاب مراعت کوو، نو د اوس لپاره همداسې امر شوی. در یک سال پسین وزارت امر به معروف محدودیت هایی را در برابر بانوان وضع کرده است. همچنان مکتب های دختران بالاتر از سنف ششم با گذشت بیش از یک سال هنوز هم بسته است و سبب شده تا شماری از دانش آموزان دختر به چالش های روانی روبرو شوند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید آن عده از شهروندان افغانستان که در کشور باقی ماندند در تلاش ترک کشور هستند. آقای حکمتیار در خطبه نماز جمعه با نکوهش رفتار نادرست پلیس پاکستان با مهاجران افغانستان گفته که امارت اسلامی باید زمینه برگشت مهاجران را فراهم کنند. او همچنان از حکومت سرپرست خواسته تا برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر شهروندان کشور به خارج زمینه کار را فراهم کند. الحمدلله و کفا. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به بازداشت و زندانی شدن شهروندان افغانستان به پاکستان واکنش نشان داده است.
او در خطبه نماز جمعه از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان می خواهد تا با شهروندان افغانستان برخورد انسانی داشته باشند. پاکستان که افغان مهاجرین و سره د دې هیواد پولیس و ناوړه و غیر انسانی چلن په کلکه غندو او واکمنو ته وایو د دې مخه ونیسي او له تکرار مخنیوی وکړي. دوام به تر ټولو مخکې تر نورو زیات تاسو ته بدې پایلې ولري. له خپل بل ګاونډي ایران هم غواړو چې د مهاجرینو اجباري ایستل متوقف کړي. آقای حکمتیار همچنان میگوید به دلیل فقر و بیکاری شهروندانی که در کشور باقی مانده در تلاش ترک کشور هستند. به گفته او از هر چهار شهروند کشور یک تن آن مهاجر است. او از امارت اسلامی میخواهد تا مسئله مهاجران را اولویت دهد. د مهاجرینو قضیه و ستونزی تر طول مهمه او دیر جدی قضیه ده. حکومت باید دیتا دی طول و نور و قضایه و پا پرتله نمرتو برکلی. پلیوات دی دوی راستنول او دی خوندی او دادمن اسکان ستونزی حلول دی حکومت او چارواک و جوره او پراخ توجه ایجاب. پس از نشر گزارش ها و تصویرها از آزار و اذیت شهروندان افغانستان در پاکستان، وزارت خارجه از اسلام آباد خواسته بود تا با مهاجران افغانستان برخورد مناسب داشته باشد. با روی کار آمدن امارت اسلامی، موجی از مهاجرت از افغانستان به بیرون از کشور آغاز شد و تا هنوز هم کماکان ادامه دارد. شماره از آگاهان افزایش فقر و بیکاری را از عامل های اصلی مهاجرت عنوان می کنند. سازمان خبرنگاران بی‌مرز در اعلامیه به مناسبت سالیاد قربانی شدن الیاس دایی، خبرنگار پیشین رادیوی آزادی، خواستار کامل بررسی‌ها در مورد ترور او شده است. الیاس دایی دو سال پیش در پی بمب جاسازی شده در موترش در ولایت هلمند جان باخت و دولت پیشین افغانستان تحریک اسلامی طالبان را متهم کرد. حالا خانواده او از حکومت سرپرست می‌خواهد تا عدالت را تامین کند. گران دوستان و سلامونه اونی که هیلی میومنیم داشتن. الیاس دایی یکی از عضوهای خانواده بزرگ اطلاع رسانی. الیاس دایی از خبرنگاران برجسته حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان بود. دو سال پیش دقیق در چنین روزی در پی انفجار بمب جاسازی شده در موترش در ولایت هلمند جان باخت. اما حال با گذشت دو سال بررسی ها در مورد ترور او نیمه تمام باقی مانده است. ما خبرنگاران افغان خواهان بررسی پرونده قتل خبرنگاران در سالهای گذشته توسط نهادهای بین المللی هستیم تا کسان که عامل این رویدادها هستند هر چه زودتر به پنجه قانون و به دادگاه کشانده شوند. خانواده الیاس دایی از حکومت سرپرست افغانستان می خواهد تا با تامین عدالت درد آنان را اندکی تسکین بخشند. شهید محمد الیاس غم زرتیا نه لري زموږ په کورنۍ کې هره ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي خو زما په بچي خاوره کونده سوه. همزمان با دومین سالگرد جانباختن الیاس دایی، سازمان خبرنگاران بیمرز میخواهد تا پرونده نیمه تمام دایی تکمیل شود. معافیت از جنایت‌های انجام شده در برابر خبرنگاران قابل پذیرش نیست. به گفته او، نباید تحقیق در مورد رویدادهای تکاندهنده قتل الیاس دایی نامکمل بماند و نه همین گونه رویدادها تکرار شود. خودم من از یک خبرنگار زمانی که بعد ساحی یک رخداد میرم با محدودیت‌های خیلی درگیر میشم و حتی باعث میشه که اونا با ما یک رویه غیر انسانی انجام بتن. کمره تخریب میشه، شکستن میشه، برخورد زشت با ما صورت میگیره. ما دچار آسیب ها در بودهای مختلف بودیم که آزادی بیان هم از این حالت بیرون نبود. در ماهای نخست شما گواه هستین که ما شاهد موردهای بیشمار از نقض آزادی بیان بودیم. حتی یک شمار از خبرنگارا به زندان کشانده شد، یک شمار لته کوب شد. پرونده تروری دایی نخستین پرونده نیست که بررسی نشده باقی مانده. ترور یماسیاوش نیز یکی از رویدادهای مشابه است که تا هنوز پهلوهای ناروشن آن واضح نشده است.
در رویدادهای جهان پس از عقب نشینی نیروهای روسی از شهر خرسون، نیروهای اوکراینی وارد این شهر شدند. باشندگان خرسون هم با استقبال از ورود نیروهای اوکراینی به این شهر آزادی خرسون را جشن گرفتند. همچنان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از هیئت ناظر هسته‌ای سازمان ملل خواستند تا قطعنامه ای را تصویب کند که در آن مورد آثار اورانیوم یافت شده در 3 سایت اعلام نشده ایران توضیحات ضروری و فوری داده شده باشد و کره جنوبی خواستار همکاری بیشتر با چین و ژاپن شده است. بیشتر در این بسته تصویری. پس از عقب نشینی نیروهای روسی از شهر خرسون، نیروهای اوکراینی وارد این شهر شدند. باشندگان خرسون هم با استقبال از ورود نیروهای اوکراینی به این شهر، آزادی خرسون را جشن گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای ویژه کشور شهر خرسون را پس گرفتند و این لحظه را تاریخی توصیف کرده است. معاون شورای منطقه خرسون نیز گفته که شهر تقریبا به طور کامل تحت کنترل نیروهای اوکراینی قرار دارد. روسیه روز چهارشنبه به نیروهایش دستور داد تا شهر خرسون در جنوب اوکراین عقب نشینی کنند و روز جمعه اعلام کرد که عقب نشینی نیروهای روسی به پایان رسیده است. رئیس جمهور اوکراین گفته که اقدامهایی برای تامین امنیت و مسئول ساختن اراضی به ویژه تلاش برای پاکسازی ماین‌ها به زودی آغاز خواهد شد. خرسون نخستین منطقه شهری اوکراین بود که در آغازین روزهای تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به تاریخ 24 فوریه سال روان به تصرف نیروهای روسی درآمد. ولادیمیر زلنسکی گفته که اوکراین و جهان این قدرت را دارند که تروریست‌ها را به خاطر تمام کارهایی که انجام دادند مجازات کنند و صلح را بازگردانند. امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از هیئت ناظر هسته‌ای سازمان ملل خواسته تا قطعنامه‌ای را تصویب کند که در آن در مورد آثار اورانیوم یافت شده در 3 سایت اعلام نشده ایران توضیحات ضروری و فوری داده شده باشد. رویترز گزارش داده که پیشنویس قطعنامه روز جمعه به سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال شده است. در متن پیشنویس قطعنامه آمده که ایران برای انجام تعهدات قانونیش اقدامات زیر را بدون تأخیر انجام دهد: ارائه کلیه اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس، ارائه دسترسی به مکان‌ها و مواد مورد نیاز آژانس و در صورت لزوم نمونه برداری توسط آژانس. هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه جون سال جاری میلادی قطعنامه مشابه را تصویب کرد که در آن زمان تنها چین و روسیه با آن مخالفت کردند. بر اساس گزارش رویترز، خواست تهران مبنی بر پایان دادن تحقیقات از پایگاه‌های انرژی اتمی ایران مانع برای گفتگوهای گسترده‌تر در مورد احیای توافقنامه برجام شده است. با این همه، نخست وزیر آلمان در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل خواهان افزایش فشار بر ایران شده است. کره جنوبی خواستار همکاری بیشتر با چین و ژاپن شده است. رئیس جمهور کره جنوبی امروز مکانیزم را برای گفتگوی سه جانبه با چین و ژاپن، از جمله نشست میان رهبری برای رسیدگی به مسائل مانند امنیت و تغییرات اقلیمی پیشنهاد کرده است. در اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا به همراه چین و ژاپن، رئیس جمهور کره جنوبی بر تلاش‌های مشترک قوی‌تر برای غلبه بر بحران‌های پیچیده آینده مانند بحران‌های ناشی از جنگ و نقض حقوق و همچنین خطراتی که در اثر تغییرات اقلیمی متوجه امنیت و غذا و انرژی است تاکید کرد. او گفته که اقدامات تحریک‌آمیز و تلاش‌های اخیر کره شمالی برای تقویت قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی آن تهدیدی جدی برای جامعه بین‌المللی است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در این بیانیه تاکید کرده که اگر کره شمالی یک موشک بالستیک قاره‌پیمایی دیگر پرتاب کند و هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد، جامعه بین‌المللی باید یک صدا پاسخ دهد. در عین حال اگر کره شمالی تصمیم به خلع سلاح هسته‌ای بگیرد، کره جنوبی به دنبال حمایت اقتصادی از کره شمالی خواهد بود. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. پایان مجموعه خبرهای این ساعت. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.